سلام ها به همه شما دوستان عزیز. سوری هستم. صبح، بعد از ظهر و شب فوق العاده خوبی رو برای یکایک که شما آرزو می کنم و اینکه دوستان عزیز ما دارن از ایران تماس میگیرن. امیدوار هستم که به زودی شما هم بتونین این برنامه رو مشاهده بکنین. در هر صورت برای دوستانی که در خارج از ایران هستین، برنامه های من روی فیسبوک پیج من گذاشته میشه. اگر علاقه من هستین که این برنامه و برنامه های دیگه من رو روی فیسبوک مشاهده بکنین، باید لطف بکنین درخواست فرندشیپ بکنین. سودی برنت اسم من هست روی فیسبوک. S-U اینجا نوشته شده، بله، SUDIBURNETT. و میتونین صفحه اول من 5000 نفر پر شده، اما میتونین به صفحه بعدی برین که فن بیس هستش و از اونجا میتونین برنامه ها رو مشاهده بکنین. همینطور آپدیتی داشته باشیم راجع به اینکه برنامه های سمینار منو در شهر چه خبر هست و خلاصه همه داستان های خوب اونجا گذاشته میشه. دوستانی که علاقه من هستین سوال های خودتون رو با من داشته باشین، لطف کنین به sudiyazdi@yahoo.com ایمیل بفرستین، چون فیسبوک رو من خودم جواب نمیدم. بنابراین دو مرتبه از شما درخواست میشه که لطفاً سوال های خودتون رو در زمینه ورزش و تغذیه به sudiyazdi@yahoo.com میل بکنیم. خب دوستان عزیز، چه خبر هست؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ دیروز داشتم با دختر خانمی صحبت میکردم که دوبار با هم دیگه تماس تلفنی داشتیم و اینکه همونطوری که میدونین یکی از کارهایی رو که من انجام میدم لایف کوچینگ هستش و زمانی که ما در زندگیمون یک جای گیر میکنیم، اونجا هستش که احتیاج به کمک داریم. و اینکه مسئله این هستش که در اول یه چیزی رو که میخوام همه ما در نظر داشته باشین این هستش که همیشه ماها فکر میکنیم که فرزن زمانی که وارد به بیداری یا آگاهی داریم میرسیم، این یک راه خیلی ساده هستش و بعد اینکه دیگه موقعی که چیزها رو ما خوندیم و یاد گرفتیم و به مکتبهای مختلف رجوع کردیم و دیگه درس ها رو فهمیدیم که چی به چی هستش، بعدش ما هیچ مشکلی نداریم. ولی در واقع همونطور که بارها هم از من شنیدین، این سناریوه هیچ زمانی تمامی نداره. پس برای همین هستش که میگن تا روز و زمانی که در اون تا اون لحظه آخری که ما در اینجا هستیم، ما هممون باید یک student یا شاگرد باشیم. هنوز هم جای یادگیری هست، هنوز هم جای فراگیری هستش. ولی مسئله اصلی رو که خیلی از ماها فراموش میکنیم اینه که فکر میکنیم زمانی که ما افتادیم تو این راه و چیزا رو یاد گرفتیم، دیگه هیچ کشمکشی نیستش. و در واقع میگن که دانستن، زمانی که ما به طرف عرفان کشیده میشیم و میگم به اون هوشیاری یا آگاهی میرسیم، دونستن این مسائل یک قسمت هستش، ولی مهمترین بخشش اون امتحانات روزانه است که ما 24 ساعته داریم باهاش بالا پایین میکنیم که اون درس ها رو حالا زندگی بکنیم. خب پس بنابراین مثل هم هر چیز دیگه ما میریم نمیدونم درس میخونیم، دانشگاه میریم، تمام این داستان ها، و بعدش بعد از اینکه گریجویت شدیم، مدرکمون رو گرفتیم، حالا باید بیایم مشغول به کار بشیم، باید اون حرفه یا شغل رو روزانه زندگی کنیم. اینم داستانش همینه که ما فکر میکنیم که چرا من دارم بالا پایین میشم، داستان چیه، پس نباید بشم دیگه، حالا که من درس ها رو میدونم. ولی در واقع مهمترین و سختترین بخش زندگی کردن اونجا هستش. و اینکه من خودم هم همونطور که اعلام کردم همیشه دارم یاد میگیرم، همیشه مشغول یادگیری هستم. تنها چیزی که در واقع من رو خوشحال میکنه یاد گرفتن مطالب جدید هستش. و همونجوری که گفتم، خیلی از اوقات میبینیم که ما نقش هامون توی این زندگی تغییر پیدا میکنه. در یک جا امکان داره که من معلم باشم، سمینار بذارم، صحبت بکنم، ولی در قسمت دیگه من خودم دو مرتبه شاگرد میشم. پس اینکه باید مرتباً این عمل شاگرد و معلمی تکرار میشه. همونطور که میدونیم اکثر اوقات ماها خیلی سخنگوهای خوبی هستیم برای دیگران. جان از بالا دور رو بزنم. اوکی شدیم. خب پس بنابراین همونطوری که میدونیم خیلی از اوقات هستش که ما تازه
هر مرحله ای رو که پیش میریم دو مرتبه میبینیم که هنوز یه چیز دیگه هستش. و همونطوری که گفتم من خودم هم دارم آندرستادی میکنم با استادی که دارم باشون کار میکنم و یکی از درس هایی رو که این هفته ایشون فرمودن این بود که زمانی که انسان ها به طور کلی انسان ها هیچ موقعی در هیچ مرحله از زندگیشون نباید چه در مورد نمیدونم مذهب ها باشه، ادیان باشه، هر فیزیولوژی که دنبالش هستیم، هر علم و هر چیزی رو که ما دنبالش هستیم که باعث ایستادگی ما میشه، به ما اون قدرت رو میده که بتونیم روی پای خودمون بایستیم، هیچ وقت و هیچ وقت نباید بهشون چسبندگی پیدا بکنیم. چرا؟ چون زمانی که یک دفعه بودا یا نمیدونم عیسی یا هر کسی برای من اون مرحله رو میرسونه که من دنبال روش میشم، اگر که بخوام اون رو حالت بت برای خودم به وجود بیارم، از خداوند دور میشیم. و همونطوری که در فیزیک گفته میشه خداوند حرکت هستش. و بعد یک بیتی از مولانا رو برای من گفتن که توی این بیت، مرسی خیلی ممنون، میگن که حضرت مولانا میفرمایند که بذارین رو براتون بخونم: استدلالیان پایشان چوبی بود، پای چوبی سخت بی تمکین بود. و ایشون میگفتن که در نظر داشته باش که تمام پیامبرانی که تا به امروز اومدن و فرزن یک حضرت عیسی مسیح که الهه عشق و نور بودن و نور رو و عشق رو در روی کره زمین داشتن وسعت میدادن، اگر که امروز دو مرتبه یک بازگشتی داشتن روی کره زمین، فکر میکنین که با واتیکان چی کار میکردن؟ آیا فکر نمیکنیم که اونجا رو به احتمال زیاد یک محلی درست میکردن برای کسانی که بی بضاعت هستن، کسانی که احتیاج به کمک مالی دارن یا احتیاج به شفا یا دکتر یا دارو دارن، و اینکه این پول رو که واتیکان برای خودش انباشته کرده رو در اختیار کسانی میذاشتن که براشون استفاده میشه؟ پس بنابراین همونطوری که میگم، ماها مرتبا داریم یاد میگیریم و امروزه من تازه شروع کردم که دارم بر میگردم بعد از این چرخهایی که میزنیم، دو مرتبه شعرهای مولانا رو گوش میکنم، دو مرتبه ترجمه اونها رو گوش میکنم. و به خاطر اینکه خود من چون الان از سال 80 در واقع 32 سال هستش که از ایران بیرون اومدم، از زمانی که اومدم بیرون هیچ وقت انگلیسی رو به فارسی ترجمه نکردم، انگلیسی رو به انگلیسی یاد گرفتم. و یه دوران زمانی بود که چون تمام کارم همه چی با کسانی بود که غیر ایرانی بودن، زبان فارسی یک مقدار از یادم رفت و دو مرتبه امروز شروع کردم به اینکه دو مرتبه زبان فارسی رو یاد بگیرم و متوجه بشیم که امروزه که دنیا، تمام جهان دارن متوجه مولانا میشن با این همه مکتب ها و این طرف و اون طرف و بودیزم و صوفیزم و همه این چیزها رو که میخونیم و کبالیزم و تمام این داستان ها، دو مرتبه میبینیم که همه اینها بیسیکلی همون حرف های مولانا رو میزنن. پس داستانی که من با این دوست داشتم این بود که ماها مرتبا توی زندگیمون چیزهای جلوی پامون گذاشته میشه و چون ما اون ریالیتی رو خودمون کرییت میکنیم، یعنی اون چیزی که برای من واقعیت هستش، دنیای واقعی من رو خودم با افکارم میسازم. پس زمانی که من در یک مرحله یا در یک راهی هستم، زمانی که میخوام به بیداری یا آگاهی برسم و زمان رشد من هستش، اون زمان هی ابستیکالا جلوی من گذاشته میشن، اون تمتیشن ها، چیزایی رو که همیشه فکرشو میکردم، آرزوشو داشتم، یهو اون موقعیت جلوی من گذاشته میشه. و این هم دو مرتبه یه تسته که چقدر من حالا که در راه بیداری هستم، حالا که متوجه شدم که هدف یا قصد اصلی من که در این دنیا اومدم چی هستش، اصلا مربوط به من نیست. این دنیا تمام مسئولیت همه ما انسان ها این هستش که عشق رو دو مرتبه یک بار دیگه روی کره زمین به وجود بیاریم، یک بار دیگه دوستی ها،
چیزهایی رو که زرتوش گفت، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک رو بکنیم واقعا اون منترای خودمون، که روزانه فقط حرفش رو نزنیم، روزانه اون رو زندگی بکنیم، اون چیزی که واقعا حقیقی باشیم، با حقیقت زندگی کردن. و برای خود منم خیلی سخته، چون بعضی وقتا یه دفعه و دو مرتبه اون تمتیشنه، اون احساسه میاد که خب حالا اینجا رو یه دروغ بگو برای اینکه به نفعت نیست، ولی ایستادن سر اون چیزی که واقعا حقیقته گاهی اوقات سخته، ولی اونم مثل هر عضله دیگه، اون زمانی که من واقعا باور دارم که من باید فقط و فقط حرفم حقیقت باشه و باید واقعا حقیقت رو زندگی بکنم، اون چیزی که، اون احساسی که میکنم، اون چیزی رو که از درونم میگیرم، از قلبم به من گفته میشه، اون رو انجام بدم، اون رو بگم، کما این که ممکنه خیلی به ضرر من بشه، توی معامله باشه، توی رفتارم باشه، توی رابطم با افراد دیگه باشه، ولی سرش بیستم. و من همیشه این رو دیدم که هر زمانی که یه مسئله خیلی خاطی بوده که من فکر میکردم که وای الان اینو اگر راستش رو بگم چه اتفاقی میفته، اما ایستادم روی اون ایگوی خودم، جلوش ایستادم و حقیقت رو گفتم، یه دفعه مثل این که توی تعجب ما اون نور الهی، اون لایت خودش رو توی زندگی ما نشون میده، که ما متوجه بشیم که ممکنه که خیلی از موقعیت ها ترسناک باشه، ولی اون زمانی که ما اون قدمه رو در راه حقیقت برمیداریم، یه دفعه میبینیم که موقعیت اصلا میچرخه. فرضاً شما با یه کسی مشکل دارین که سالیان سال قهر بودین، تلفن رو برمیدارین و حقیقت رو میگین که واقعاً اون موقع چه اتفاقی افتاد، یا اینکه من چه احساسی داشتم، و اون احساس حقیقی خودتون رو که واقعیت هست بیان میکنین، یه دفعه میبینین که اون شخص هم برخلاف اون چیزایی که ایگوی شما بهتون گفته بود که زنگ نزن، برای چی زنگ بزنی، تقصیر از تو که نبود، تقصیر اون بود، خودتو نمیدونم اینجوری کردی، اون بعد اینجوری میکرد، نمیدونم چرا تو خودتو کوچیک بکنی، تمام اسپکت های ایگوی ما که نمیدونم حسادت، کینه است، نمیدونم تو مسابقه بودنه، تمام این داستان ها در زمانی که ما روی اونها میستیم، یواش 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 رفع میبینیم که این موقعیت هم تغییر پیدا میکنه، برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم که من خودم رو کوچیک میکنم اگه گوشی تلفن رو بردارم و حقیقت رو بگم و عذرخواهی میکنم، این موقعی که متوجه میشم این نه تنها من رو کوچیکتر نمیکنه بلکه بزرگترم میکنه، یه دفعه میبینیم که اون شخص دیگه هم 100 درجه میچرخه و یه دفعه برمیگرده اون هم، چون برای اینکه حقیقت گفته بشه ما باید هر چیزی رو، نه فقط حقیقت رو، ولی هر چیزی رو ما اول باید خودمون انجام بدیم تا اینکه دیگران هم مطابق اون انجام بدن، اگر هم ندادن هیچ مسئله مهمی نیستش. بنابراین با انجام دادن، با ایستادن روی تمام اسپکت های ایگوی ما، یکی یکی یکی، هر روزه 24 ساعته روی اون ایستادن، میبینیم که مسئله عوض میشه. پس در اول هر انتظاری رو که من از هر شخص دیگه، از کشور خودم، از مملکت خودم، از هر چیز دیگه که دارم، من اول باید اونا رو عمل بکنم، من باید اول الگو بشم بدون اینکه هیچ انتظاری داشته باشم از اینکه آیا دیگران هم این کارو میکنن یا نه، چون در واقع اون چیزی که دیگران انجام میدن، اون کاری رو که دیگران انجام میدن، تو انگلیسی بهش میگیم که is none of your business، یعنی اصلا به من ربطی نداره، به من مربوط نمیشه، این چیزی که من چطور توی جامعه جاج میشم، چجوری روی من قضاوت میشه، افراد دیگه روی من چی فکر میکنن، اصلا بیزنس من نیست که من بخوام وارد بشم که فکر کنم چی میگن چی نمیگن یا هر چیز دیگه. ولی کلن ما در زمانی قرار گرفتیم، همینطوری که به این دوستم میگفتم، که گفتم که تو که انقدر بالا و پایین میشی، فکر میکنی که چند درصد در روزت رو از رفتارت، از افکارت، از چیزهایی که میشه، چند درصد تمرکزت روی خودت، چند درصد تمرکزت روی کمک به بشر، کمک به کره زمین، کمک به پروجکت کردن عشق بیشتر یا نور بیشتر روی این زمین داری، و گفتش که فکر میکنم که 50-50 باشه. گفتم که من یه ذره شک دارم، چون اگر که
واقعا من حتی 50% از توجه و تمرکزم رو در راه دیگران، کمک به دیگران، سیف کردن کره زمین، عشق بیشتری رو آوردن روی زمین، کمک کردن به دیگران باشه، اگر واقعا حتی 50% همون باشه، من خودم توی دیپرشن و نمیدونم مود سوینگ و بالا پایین شدن و انگزایتی داشتن و هیچ کدوم از اینها نخواهد بود. پس چه موقعی من احساس دیپرشن میکنم، چه موقعی 24 ساعت روز من بالا میشم پایین میشم؟ اون زمانی که من تمرکزم روی خودمه. پس هر زمانی که من تمرکزم رو از روی خودم برمیدارم و میرم به دیگران کمک بکنم، میرم دست یک کس دیگه ای رو بگیرم، میرم والنتیر میشم، حالا توی بیمارستان شده، نمیدونم درس دادن باشه، هر چیزی که شده، وقتم و فکرم رو، اینتنشنم روی دیگران هستش، من خودم رو احساس نمی کنم. تمرکزم وقتی روی خودم نباشه، من نه درد دارم نه مشکل دارم و یه دفعه میبینیم که تمام اون چیزها از بین میره. اوکی. ولی چیزی رو که من میخوام بگم این هستش که ماها انسان‌ها خیلی پرتوقع هستیم. اکثر اوقات همش راجع به اینه که what about me، پس من چی، چه چیزی در مورد منه، چی من میگیرم از این دنیا، نمیدونم گله داریم که چرا بارون کم اومده، چرا خورشید زیاد درخشیده، چرا جنگ میشه، چرا این میشه، چرا اون میشه، و همش انتظار دریافت کردن چیزهای خوب رو داریم، آرزوهامون، امیدهامون، انتظار داشتن چیزهای خوب رو داریم که بگیریم. ماها هممون بیشتر گیرنده هستیم. چی توشه بر من؟ چقدر به من میرسه؟ همش در حال معامله ایم. این مایند ما کانستنتلی مرتبا داره کلکولیت میکنه از هر موقعیتی، از هر رابطه، از هر چیزی که چی بر من توشه، چقدر من میتونم از این در بیارم، چقدر من از این میتونم بگیرم. ولی اگر ما انسان ها بیایم و کانسپت فکریمون رو تغییر بدیم و فکر بکنیم که من چی میتونم بدم، اگر منترای من به جای گرفتن بیشتر بخشیدن باشه، چه اتفاقی میفته؟ ما که این همه از زمین و زمان و نمیدونم کره زمین و از همه چی انتظار داریم که کم داده یا چی داده یا به موقع نداده، چقدر ما کمک کردیم در اینکه ما یک کاری برای کره زمین بکنیم؟ همونجور که میبینین هرچی زمان داره میگذره، ماها داریم بیشتر کار میکنیم، سخت‌تر کار میکنیم، ساعت‌های بیشتری رو میذاریم، خانواده دیگه بی‌معنی شد، نمیدونم از فکر خودمون مدیتیشن کردن، نمیدونم تمام این چیزا یواش یواش آهسته آهسته داره میره، چون ماها هی داریم مشغول میشیم که پول بیشتری در بیاریم، ثروت بیشتری در بیاریم، حالا یه خونه خریدیم بزرگترش بکنیم، حالا بریم چند تا آپارتمان بیلدینگ بگیریم که بیشتر و بیشتر به این کره زمین صدمه بزنیم. پس اگر که شما بخواید ماجوریتی آدم‌ها رو در نظر بگیرین، خیلی از اونها تو فکر اینن که چطور بیشتر آپارتمان سازی بکنن که بتونن پول بیشتری در بیارن، بیشتر بزنیم کره زمین رو خراب بکنیم. ولی چقدر از افراد رو می‌بینین که فکرشون روی این هستش که بیشتر برن درخت بکارن، بیشتر برن گل و گیاه بکارن، این طبیعت رو بیشتر از این که هست دیگه بهش صدمه نزنیم، بیشتر از این از بین نبریمش. پس کانسپت ما وقتی که عوض میشه، به جای اینکه چی من میگیرم، چی میتونم به این کره زمین، به مادر خودم، به این دنیا، به افراد دیگه ببخشم، چطور میتونم خدا باشم؟ چون اگر که ما بخشی از خدا هستیم، یعنی اینکه ما اگر بخوایم مثل اون باشیم، باید کوالیتی ها، کیفیت هایی که در خدا هست رو هم داشته باشیم. تو سیدی های عرفانم گفتم که خدا رو خیلی از افراد، خیلی از مذهب ها یک چیز ترسناک و یک چیز هیولا کردن، در صورت که خدا نه به ما چیزی رو میبخشه، نه چیزی رو از ما میگیره. خداوند فقط نوره. و براتون مثال زدم، گفتم ببینید خورشید هر روز در میاد و میدرخشه بدون اینکه شما نمیدونم بهش بد و بیرا بگین، ستایشش بکنین، هر کاری که بکنین، خورشید میاد روزانه. این خاصیت خورشیده، بخشیدنه. خورشید چیز گرفتن که نداره، خدا هم همینه. پس زمانی که من میخوام مثل کریئترم یا مثل خداوند باشم،
خاصیت من باید بخشیدن باشه، نگرفتن. اصلا هیچ چیزی برای من نباشه. اون زمانی که من خودم رو میذارم کنار و خاصیت من عوض میشه و میخوام فقط ببخشم و میخوام بیشتر کمک بکنم، اون زمان اون رابطه وقتی وصل میشه، تمام اون ترس و نگرانی هایی که در افکار ما به وجود میاد، یا که میرسه نمیرسه، بذار بیشتر جمع کنم، الان جنگ، الان اکانومی خرابه، الان این میشه، بذار به فکر فردا باشم. چون همونطور که میدونیم تمام افرادی که خیلی خودشون رو با فکر میدونن و اینتلیکشوال هستن، دارن هی آینده نگری میکنن، آینده بینی، بذار الان جمع کنم، بذار الان خرج نکنم، بذار الان خورده به خودم سختی بگذرونم که در آینده در رفاه باشم. کدوم آینده؟ کدوم یکی از ماها میدونیم که برای چه دورانی ما اینجا هستیم، روی زمین هستیم؟ دوروبر خودتون رو نگاه کنین، اتفاقاتی که میفته، که یکی در یک ثانیه میبینین که سکته قلبی میکنه، یه تصادف میشه، شما چه میدونین که چقدر دیگه روی این کره زمین هستین که بخواین جمع کنین و بخواین امروز به خودتون سختی بدین؟ و خساست، جمع کردن، ترس و نگرانی از آینده، اینا بازی های فکر منه، افکار منه. پس زمانی که من میگم هی ما مرتبا میخوایم در این لحظه باشیم، چون آینده‌ای وجود نداره. اگر که ما واقعا متوجه واقعیت بشیم که گذشته‌ای وجود نداره و آینده‌ای نیستش و همه چیز در حال اتفاق همین لحظه است، و من بتونم، اگر من قدر این لحظه رو نتونم کامل داشته باشم، چطور میخوام قدر آینده رو داشته باشم؟ چطور میخوام قدر فردا و پس فردا رو داشته باشم؟ پس اگر که دو مرتبه ما بیایم منترای خودمون بکنیم که فقط در این لحظه باشیم، همین لحظه پر، آیا تمام احتیاجات ما در این لحظه برآورده نیست؟ آیا اون نفس به طور اتوماتیک نمیاد و میره؟ آیا این خون در بدن ما به گردش نمیفته؟ همه چیز داره به طور خودکار کار میکنه. اصلا احتیاجی نیستش. ما هیچ نیازی نداریم زمانی که در این لحظه هستیم. اما زمانی که افکار ما شروع میکنه روی ما کار میکنه، چی میشه؟ ما شروع میکنیم فکر میکنیم وای فردا چی میشه، بذار یه خونه رو دوتاش بکنم، بذار بیشتر جمع بکنم، بذار اینجوری بکنم. و این رو به خاطر داشته باشین که هرچی که شما ترس و نگرانی داشته باشین به خاطر آینده، شما دارین انرژی منفی استفاده میکنین. یعنی این که من باور و یقین ندارم که این دنیا داره از من تکر میکنه، من دارم 24 ساعته دارم محافظت میشم، این زمین هیچ وقت از کشت کردن نمیفته، غذا همیشه هستش، همه چی برای همیشه به مقدار خیلی زیاد هستش. پس اون لیمیتیشن یا اون محدودیت رو کی میذاره؟ دو مرتبه ذهن ما میذاره. پس اگر من بتونم از این افکار خودم یواش 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 کم بکنم، اگر بتونم هر روز به اون سکوته برم، من نه ترس دارم، نه نگرانی دارم، نه بالا و پایین میشم و هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. پس زمانی که من متوجه میشم که کلمه کارما، که خیلی خیلی از افراد متوجه کارما نمیشن، فکر میکنن که کارما یک اتفاق بد و چیزی هستش که سر من میفته، ولی در واقع کارما همون کازن افکته، همون چیزی که هر چیزی که شما کشت میکنین همون رو درو میکنین. بنابراین چیز بدی نیست. کارما میتونه خوب باشه. من میتونم مرتبا به فکر دیگران باشم، میتونم به دیگران کمک بکنم، میتونم به همه عشق بدم و اینکه من کارمای خوبی داشته باشم، یا اینکه نه، میتونم داستانای زندگی رو متوجه نشم و مرتبا در فکر این که به کی صدمه بزنم، به کی حسادت بکنم، با کسی کینه داشته باشم، و دو مرتبه همون هم برای من درو میشه. پس هر زمانی که ما توی یک موقعیتی میمونیم، همینطور که با این دوست عزیز دیروز داشتم صحبت میکردم، زمانی که میخوام وارد یک رابطه بشیم، اول باید ببینیم که آیا همه چی موراله، همه چی درسته، همه چی با رو راستیه، همه چی حقیقته، آیا کار درستیه که من وارد یک رابطه‌ای بشم که اونجا
یک گیری داره و جایی هستش که من نباید برم. اگر که اون احساس من که خب حالا براتون یه مثال میذارم، فرضاً شما عاشق یه کسی میشین و این شخص، این خانم یا اون آقا ازدواج کردن قبلا و بعد اینکه هنوز از هم دیگه جدا نشدن، ولی میان به شما میگن که آره من 10 ساله نمیدونم با هم اتاقی نمی کنیم، نمیدونم از هم جداییم، و شما با اینکه در میدونین که این کار درستی نیست، میدونین که it's not moral، ولی باز هم چیکار میکنین؟ اون temptationه، اون احساسه میاد که نه بابا این که داره جدا میشه، حالا در صورت هم من نباشم یکی دیگه میره، اینا که از هم دیگه جدا شدن 10 سال میریم وارد یک همچین رابطه میشیم که میدونیم درست نیست. بعدش باید چیکار بکنیم؟ بعدش باید انتظار اتفاقات بعدیش رو هم داشته باشه. پس هر زمانی که من وارد یک موقعیت، وارد یک رابطه میشم که از اولش خرابه، انتظار معجزه یا اتفاقات یا چیزهای خوب نداشته باشین، چون هر چیزی انرژی خودش رو داره و اون انرژی هی با زمان که میگذره چی میشه؟ اسکلیت میکنه. پس بنابراین من یک رابطه رو که میدونم اشتباه، خودم رو شروع میکنم با ذهنم، خودم رو کانوینس میکنم که نه بالا اشکال نداره، در این داستانا واردش میشم، در اون انرژی، اون انرژی هرچی بیشتر میگذره که من هر روز اون انرژی رو حس میکنم، هر روز که اون انرژی رو زندگی میکنم و در یک وایب منفی هستم، اون هی اسکلیت میکنه، بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، بنابراین اون رابطه خرابتر و خرابتر و خرابتر میشه. و همیشه یادتون باشه که انسان ها یک میگیم یه پترنی دارن. اوکی، اگر که الگوی من حقیقته و من دروغ نمیگم، بدون این که این پدرن منه، یعنی من هیچ وقت دروغ نمیگم، حتی هر چقدر که موقعیت خراب باشه و به نفعم نباشه و نمیدونم، حالا یه دروغ تو انگلیسی میگیم white lie، یه دروغ سفید و همچین گنده نیست، پس اگر من این کار رو نمی کنم، یعنی این که در موقعیت های مختلف نمی کنم، ولی اگر این کار رو انجام میدم، بدونین افراد یه پترنی دارن. پس هر زمانی که شما رفتین دختر دوست دختر یکی، دوست پسر زن شوهر یک کسی رو دزدیدین، بدونین که اون شخص پترنش اینه، یعنی اگر تونسته با شما این کارو بکنه، با اون قبلی این کارو بکنه، با شما هم خواهد کرد. خودتون رو گول نزنین، چون افراد خیلی به ندرت تغییر پیدا میکنن. معمولا افراد یه پترنی دارن که اونها رو، چون که از نظر فکری براشون اوکی هستش کاری رو که اشتباهه یا خرابه اوکیه و انجامش میدن، این مرتبا ادامه پیدا میکنه. اوکی، پس بنابراین من میرم وارد یه داستانی میشم که از اول میدونستم درست نیست، حالا چی میشه؟ حالا باید احساس مسئولیت بکنم، باید بپذیرم که چی؟ باید بپذیرم که مسئولیتش رو قبول کنم، من میدونستم این اشتباس، حالا باید پای چی میگیم، یه مثالی هست که چی میخورین؟ خربوزه میخورین، پای لرزش هم بشینین، داستانش همینه. پس یه چیزی که شروع شده اونم باید ادامه پیدا بکنه. ولی اگر که من در هر زمانی وقتی که من متوجه میشم که واقعا فکر من هست که منو به بیراهه میکشه، فکر منه که مرتبا داره با من بازی میکنه، فکر من، دیپرشن فکر منه، انگزایتی فکر منه، نمیدونم وسواس فکر منه، تمام این چیزها چیه؟ فکر منه. پس اون زمانی که من متوجه میشم که من، افکار من درست نیستن، من متوجه میشم که افکار من برای من درد سر درست میکنم، پس هرچی بیشتر من از افکار خودم بتونم دور بشم و بتونم ذهنم رو ببندم، ذهن مادیم رو بتونم، به قول ذهن مادیم رو بتونم ببندم، چی میشه؟ خودم رو وصل بکنم و بگم که هر چیزی که صلاح منه، به خاطر اینکه همونطوری که باز دوباره توی سیدی های عرفانم من گفتم، اون لنزی که ما انسان ها باش نگاه میکنیم این دنیا رو، برای هر کدوم از ماها سایزاش فرق میکنه، ولی معمولا اون لنز خیلی کوچیکه. بنابراین یه اتفاقی که میفته ما همین جا رو میبینیم، همین امروز رو میبینیم یا مکسیموم تا یک ماه دیگر میبینیم، ولی اگر یاد بگیریم که بیایم اون لنز رو یه مقدار بازترش بکنیم که بتونیم دورتر ببینیم، بعد متوجه میشیم که او از اینجا تا اونجا چقدر اتفاقات خواهد افتاد
و چون که ماها اون توی سیدی عرفان یکم گفتم اون زمانی که قبل از این که ما میخوام به این دنیا بیایم که با راهنماهامون میشینیم و اون سناریو اون درسی رو که میخوام یاد بگیریم رو انتخاب میکنیم، موقعی که به این دنیا میام فوری تو عجله هستیم، خیلی اکسایتدیم، هیجان داریم، میخوام بپریم تو این زندگی. بنابراین به جای اینکه فیلم اصلی رو پیکاپ بکنیم، نگاتیواشو پیکاپ میکنیم. پس وقتی که میام تو این دنیا، هر چیزی که سفیده به نظر ما سیاه میاد و هر چی هم که سیاست به نظرمون سفید میاد. بنابراین موقعیت هایی که جلو ما گذاشته میشه که از نظر ما بده، اصلا ما نمیدونیم که این موقعیته چقدر خوبه، برای اینکه نمیتونیم، گفتم اون لنزه بسته است، داریم همینجا رو میبینیم. ولی اون موقعی که من میتونم اون لنز رو بازترش بکنم و تا دورش رو ببینم و خودم رو رها میکنم و خودم رو تسلیم میکنم، surrender تسلیم، اون زمانی که من تسلیم میشم با این یونیورس و اعلام میکنم که من بنده این، بنده نبذارین لغت فارسیم رو پیدا بکنم، من تسلیمم و کارمند. پس بنابراین کارمندم اگه لغت درستی باشه، چیزی که من، کاری که من انجام میدم، هر روز اعلام میکنم که من تسلیم هستم و هر کاری رو که من باید انجام بدم، هر نقطه‌ای که قصد منه که من باید انجام بدم، اون چیزی که my soul purpose، اون چیزی که قصد اصلی روحی من هست که اینجا اومدم و اون نقطه ای رو که من باید در روی کره زمین انجام بدم، اون کاری رو که من باید انجام بدم، من کارمندم و تو به من بگو که من چه کار باید بکنم و من کاملا تسلیمم. پس اون زمانی که من تسلیم میشم، در اون زمان من باید واقعا خودم رو رها کنم. توی رودخونه خودتون رو ول میکنین و بعد اینکه اجازه میدین که اون، اگر که خودتون رو در سمت رودخونه رها بکنین، خود اون رودخونه با فلوی که داره شما رو حرکت میده. شما هیچ زحمتی نباید بکشین. ابراهام هیکس این رو میگه، خیلی راجع به لا اف اتراکشن در موردش صحبت میکنه و بعد میگه که مشکل ماها انسان‌ها اینه که وقتی که میریم توی رودخونه، به جای اینکه قایقمون رو بندازیم به طرف جریان آب، برعکس جریان به سختی میخوایم پدال بزنیم. ما زندگی رو سخت و دشوارش میکنیم. خب پس بنابراین اگر که من متوجه بشم که با تسلیم شدن من، با اینکه بگم تو صلاح من رو بهتر میدونی، با ساکت کردن ذهن من، با مدیتیشن روزانه، به درون رفتن، شنیدن صدای گایدم، شنیدن صدای قلبم، با گرفتن اون پیام، وقتی من برام مشخص میشه دیگه من هیچ تصمیم گیری نباید بکنم، من هی نباید بیام از این و اون سوال بپرسم که اینجا گیر کردم، لایف کوچ بگیرم، به من تلفن بزنین، به من ایمیل بزنین که چی کار کنم یا چی کار نکنم. چون اگر که من واقعا وصل هستم، قرار هستش که به اون سکوته برم، قراره که اون زمانی رو که دارم توی هیاهو و نمیدونم تمام چیزهای بیرون، با تمام مشاوره کردن، با تمام افراد دیگه که خودشون هم مثل من گیج و گم هستن، فقط وقت من رو میگیره، زمان میبره، چون من میرم با این حرف میزنم، یه ایده به من میده. هیچ وقت حالا دقت کردیم وقتی که شما، من خودم اینا تو سیچویشن های مختلف دیدم، فرضاً توی یه اتفاقی میفته یا یک رابطه ای با یه کسی دارم، با یه دوستی صحبت میکنم، اون دوست دقیقاً طرف من رو میگیره و میگه آره تو درست میگه، اون اشتباه کرد، موقعیت عوض میشه، دو مرتبه من میرم موقعیت رو میگم، دو مرتبه اون شخص چیکار میکنه، میاد طرف منو میگیره، من میبینم که بعد از این مدت میبینم که اون موقعی که من داشتم اشتباه میکردم این طرف منو گرفته بود، حالا که موقعیت عوض شد دارم درست چیز میکنم، بازم داره طرف منو میگیره. پس در واقع انسان ها مثل باد میمونن، هر بار بادش بیاد بادش میدن. شما هاین که با حرفاتون اون احساس رو در اون شخص به وجود میارین. پس زمانی که شما میرین از کسی بد میگین، اون شخصی که حالا چه آگاهی از اون طرف داره یا نداره، با اطلاعاتی که شما بهش میدین، طبق اون اطلاعاتی که شما بهش میدین چیکار میکنه؟
به شما ادوایس میده، راهنمایی میکنه، یا با شما راه میاد، یا اینکه طرف شما رو میگیره. حالا دو روز بعد که شما میرین اون اینفورمیشن رو عوضش میکنین، یک اینفورمیشن دیگه میدین، دو مرتبه چی میشه؟ این شخص باز دو مرتبه دیروز به شما یه چیز دیگه گفته بوده، ولی الان که شما اینفورمیشن عوض، دوباره طبق اینفورمیشن جدیدی که شما بهش میدین به شما ادوایس میده. پس اون موقعیت که عوض نشده که، اون موقعیت همون بوده. شما وقتی میرین راهنمایی بگیرین، اون احساس خودتون رو، اطلاعات رو میدین، اون شخص طبق اون اطلاعات درست یا اشتباه شما میاد به شما چی میکنه؟ راهنمایی میکنه. پس تا زمانی که من هی وقتمو میذارم با این کار میکنم، اون کار میکنم، خود منم این کارو کردم، از این نظر میپرسم، از اون نظر میپرسم، از اون نظر میپرسم، چیکار میکنم؟ وقتمو دارم تلف میکنم. به خاطر اینکه اون زمان رو اگر من با خودم میذاشتم، به تنهایی، به سکوت درونی خودم میرفتم، رابطم رو با این یونیورس، با خدای خودم، با راهنمای خودم بس میکردم، که من جواب سوالم رو میگرفتم، جواب سوالی بود که درست بود. و اینکه این دوست من دیروز یه سوالی پرسید، گفتش که خب پس تو داری میگی که، یعنی اینکه من باید رویاهام رو بذارم کنار. گفتم که رویا چیه؟ رویاشو به من نگو، گفت ولش کن، حالا نمیخوام بگم، ولی خب خود من متوجه شدم معمولا بیش از 90% رویاهای خانم ها چیه؟ که اون پرنس چارمینگ، مرد آرزویشون، سوار اسب بیاد و بعد اینا ازدواج بکنن، یک زندگی رویایی و طلایی داشته باشن، 3-4 تا بچه به دنبال خودشون را بندازن. در چه زمانی؟ در زمانی که من خودم گیج و گم و اصلا نمیدونم باز چی اینجا هستم و 24 ساعته دارم بالا پایین میشم و دارم از قرص و این و اون استفاده میکنم، از این چیزا خودم رو هی سلف مدیکیت میکنم، مشروب میخورم که یه خورده نام بشم این احساس رو نکنم، و 4 تا قرص میخورم که یه خورده کمیکال های مغزیم رو عوض بکنه و تغییر بده که من به زور بتونم یه احساس خوب داشته باشم. اون وقت رویای من چیه؟ رویای من اینه که ازدواج بکنم، برم با اون موقعیت و شرایط خرابی که هستم، برم با یه کسی ازدواج بکنم، بعد 3 تا بچه‌ام در ناآگاهی خودم، تازه 3 تا بچه‌ام در یک همچین زمان حساسی 3 تا بچه تو این دنیا بیارم. و اینکه همون چیزی رو که من به این دوستم گفتم که به شما هم میگم، به خاطر داشته باشین موقعی که در مرحله خرابی هستین، آرزوی پارتنر گرفتن نداشته باشین، چون اون کسی که میاد جفت میشه با شما در اون مرحله شماست. اوکی؟ قانون جاذبه چی میگه؟ میگه likes attract like. چیزهای مشابه خودشون رو طبق فرکانسی و وایبریشنشون جذب میکنن. پس وقتی من دیپرسم و مود سوینگ دارم و بالا پای میشم و گیجم و گمم، چه آدمی رو میام جذب میکنم؟ یه چیز لنگه خودم. خب اون وقت چه رابطه ای میشه؟ پس اشتباهی که ما میکنیم این هستش که موقعی که موندیم و گیجیم و نمیدونیم چی کار بکنیم، به جای اینکه بیام روی خودمون کار کنیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بسازیم، هی دنبال یه کس دیگه میگردیم که اون بیاد ما رو کامل کنه، اون بیاد احساس منو عوض کنه، اون بیاد به من احساس خوب بده. هیچکی نمیتونه احساس شما رو عوض کنه. احساس خوشبختی، آرامش، state of bliss، یه استیت درونیه، نه بیرونی. هیچ کسی، هیچ ماده، هیچ شیئی، هیچ نمیدونم پرنسی نمیتونه احساس شما رو از بیرون عوض کنه. چیزا در درونه. اون گیفتی که ما داریم، اون چیزی که در درون هست. یه خانمی بود، باز سیدیشون رو پیدا کنم، متاسفانه اسمشون هم یادم رفت، پیانو زدن یه بار، اومدن توی برنامه من، یه سیدی فوق‌العاده قشنگ درست کرده بودن که راجع به همین گنج درون صحبت می‌کردم. بعد پیدا بکنم بیام براتون اینو بذاریم
که گوش بکنین که دکلمه کرده بودن. خودشون هم خیلی خانم هنرمندی هستن، پیانیستن. متاسفانه من در اسم زیاد خوب نیستم، ولی در هر صورت همین داستانیه که یادم میاد که توی اون شعرشون میگفتن که وقتی که فرشته ها داشتن چیز میکردن با خداوند که این نالج و این علم و این دانش و این شعور رو کجا بگذاریم که انسان پیدا نکنه، گفته شد که بگذارین در درونشون، برای که جایی که هیچ وقت انسان ها جستجو نمی کنن در درونه. برای همین هستش که این یک میستریه که ما همش بیرون مشغول میشیم، بیرون میگردیم، بیرون دنبال اطلاعاتیم، نمیدونم تمام این داستان ها، ولی هیچ وقت اون وقت و زمان رو نمیذاریم که به درون بریم که بتونیم اون چیز رو، اون گیفتی که به ما داده شده رو بتونیم بگیریم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، برای اطلاعات بیشتر توی این زمینه من یه چند تا سیدی دارم. چیزهایی رو که گفتم امروز بیسیکلی توی سیدی های سپرچوالیتی عرفان 1، سپرچوالیتی 2 عشق و بیداری هستش، Love and Awakening. اگر که لطف کنین برین روی وبسایتم که sudabe.com هست، sudabeh.com، پکیج 25 دلاری دارم برای 3 تا سی دی که میتونین هر جور خواستین اونا رو مینگل بکنین. سی دی موفقیت هست، سی دی اعتماد به نفس هست، 3 تا سی دی خارج شدن روح از بدن هست، اونا رو میتونین هر جور خواستین سی دی ها رو عوض بدل بکنین. سی دی مدیتیشن هستش. ولی در هر صورت چیزی رو که، کاری رو که میخوایم انجام بدیم، اگر باز هم رفتین اون سی دی ها رو گوش کردین، یک سری برنامه ها روی برنامه های تلویزیونی من روی یوتیوب هست، 2 چنل. اگر میخواین به فارسی نگاه بکنین برین روی سودی یزدی، اگر به انگلیسی نگاه میخواین بکنین برین روی سودی برنت، روی فیسبوک من که سودی برنت هست 2 برنامه های تلویزیونی من گذاشته شده. اگر اونا رو گوش کردین، تمام این داستانا رو، سی دی ها رو گوش کردین، مدیتیشن روزانه‌تون رو کردین، اگر باز هم فکر کردین که یک جایی احتیاجی به یک کمکی دارین، میتونین به من ایمیل بزنین sudiyazdi@yahoo.com. اما به خاطر داشته باشین که امروز دیگه من دارم سعی میکنم که زمانی که میخوام راهنمایی بکنم یا زمانی که دارم زندگی میکنم، همیشه خودم رو بذارم کنار، همیشه فکر بکنم که it's not about me، در مورد من نیستش، در مورد صرف پول در آوردن من نیستش، در مورد این یا اون نیستش. برای همین هستش که چندی نفر که از US با من تماس گرفتن برای لایف کوچینگ، بهشون گفتم برین اول این کار رو انجام بدین، پولتون رو خرج من نکنین. اگر که فکر کردین که با گوش دادن تمام این داستان ها، انجام دادن تمام این سوال ها و هومورک ها و وقت گذاشتن روی خودتون، بازم فکر کردین که یه جای گیر کردین، میتونین با من تماس بگیرین. امیدوار هستم که نه امروز، ولی تا زمانی که من هنوز اینجا هستم، بتونم همون منترا رو داشته باشم که راجب من نباشه، راجب دیگران باشه، راجب کمک کردن به دیگران، راجب سیف کردن کره زمین باشه، راجب این زمانی که فوق‌العاده حساسه، که همه چی داره به سرعت برق و باد میگذره، انرژی زمین تغییر پیدا کرده و همونطوری که میبینین، فرزن اگر یک چیزی میخواست در بیاد، یک اطلاعاتی، نمیدونم یک کشفی میخواست در بیاد، خیلی طول میکشید. الان میبینین که این matter of second این اطلاعات داره بوم در همه جا پخش میشه و همینطور انرژی کره زمین عوض شده که خیلی سریعتر اسکلید میکنه. برای همین میبینیم که آرزوهای ما خیلی سریعتر اتفاق میفتن، آرزوهای که از دیده ذهنمون هستش، تمام چیزها، زندگی هامون چقدر سریعتر تغییر پیدا میکنن، همه چیز در حال تغییر با سرعت خیلی زیاد هستش. بنابراین آگاهی و هوشیاری ما هم بیشتر میشه، راهنماها روی کره زمین بیشتر شدن، هیلرها بیشتر هستن. میبینیم که بچه ها از سنهای خیلی کم، از دوران تینیجری دارن به راه اسپرچوالیتی، در راه بیداری و هوشیاری هستن، برای اینکه همه چیز داره با سرعت بیشتر انجام میشه. بنابراین
چون این زمان فوق‌العاده حساس هستش، امیدوار هستم که همه ما به هوشیاری دیگه برسیم. آرزوی من برای خودم این هستش که بتونم این منترای گفتار نیک، پردار نیک، کندا کردار نیک رو برای همیشه رعایت بکنم و با حقیقت زندگی بکنم، هر چقدر که سخت هست. و از همه بینندگان من، دوستانی که برنامه های من رو مشاهده میکنیم، از همتون میخوام که بیان با همدیگه برای یک ماه یک روزه فکری بگیریم، یک روزه تقریبا سکوت بگیریم تا اونجایی که امکان داره کمتر صحبت بکنیم و اینکه بیشتر گوش بکنیم، اون زمان رو برای خودمون بذاریم که به درون بریم و تا زمانی که چیزها واضح نشده هیچ قدمی بر نداریم. گاهی اوقات اون استاپ کردن مهمترین مرحله هستش. اونجا بمونین هر چقدر که به نظرتون ممکنه خسته کننده باشه، اون زمان رو بذارین که به درون بریم. و امیدوار هستم روزی که همه ما بتونیم عشق و نور رو در روی کره زمین بیشتر بکنیم، با یکی شدن ما و متوجه شدن که ماها همه یکی هستیم، این امکان پذیر هستش. با آرزوی عشق و بهترین ها تا برنامه بعدی. I love you.